هر بندگی نجات آرسنال کبیر زیر بغل مهدی گواردیولا. سلام و درود خدا بر شما. آقا داخل این ویدیو همونجور که بسیار بسیار سماجت کردید و گفتید که از بین نیوکاسل، آرسنال، روم و بقیه تیم ها گفتین آرسنال رو میخواییم بریم و سماجت کردیم و من هم سماجت های شما رو پذیرفتم، اما یکی لیست سیاهی همین اول سرمربی آرسنال یعنی مهدی گواردیولا که من باشم تعیین کردم از کل بازیکنای تیم. آقا کل بازیکنای تیم هر چند تا بازیکنی که بوده ترنسلیت کردم اینجا نوشتم اسمشونو به فارسی. اینم پرونده آرسنال. زیر بغل من آقا پرونده آرسنال هر کسی از بازیکن ها گوش کنین رفقا. نشستین دارین گوش میکنین؟ خب هر کسی اینجا ببین هر کی اینجا بخواد خرابکاری کنه اسماتونو دارم آقا، اسم و رسمتونو دارم، میدونم کی تازه پیوسته زرب در میخوره جلوتون و اون موقع است که دیگه بد میشه. تیم رو ما با این وضعیت گرفتیم آقای اسمش چی بود؟ اسمشو نوشته بودم، اون اسمشو بگو دیگه. رمزدی. آقا تیم رو ما با این وضعیت گرفتیم و اینکه آقای گابریل جیسوس و همه بازیکن ها بروز شدن و ما میتونیم بازیکن بگیریم، بریم واسه استدیابی ببینیم که چه اتفاقی افتاده. آیا میتوانیم ما بازیکن بگیریم و بازیکن بخریم اول فصل؟ واسه منچستر که میشد، واسه اینا ببینم میشه یا نمیشه. آقا میشه بازیکن گرفت. صبر کن آقا، بودجمون 20 میلیون واسه بودجه حقوق سالیانشون و واسه گرفتن بودجه نقل و انتقالاتمون 615 میلیون دلار داریم. آقای کیلمفا رو همین اول درخواست قرض یک ساله میزنم ببینم چیکار میکنه. رفت در انتظار جواب. بریم سراغ آقای لیونل مسی. قرض یک ساله بیا آقا، من بهت 30-40 تا میدم، 40 تا بهت میدم قرض یک ساله بیا. همین اول کار ببین داره چیکار میکنه آقای مهدی خان. آقا به رونالدو هم درخواست میدی؟ رونالدو شاید آمد. اوجی من کم چرا حرف موف میزنی؟ دیبروینه رو ببینم میتونیم بخریم. دیبروینه این اوه یا علی، دیبروینه رو نمیتونیم بخریم. قرض یک ساله بزن دیبروینه رو. نکن عقل داشته باشی آقا، بدونی که باید شما قرض بگیری، اول باید قرض بگیری بعدا پس بدی بهش. فنداک هم قرض یک ساله میزنی نه کن همینجوری بیا پول زیاد بهش میدی، یارو بازیکن قبول میکنه میادش. آلیسون بکرم بگو واسش بیاد قرض یک ساله بزن 30 میلیون. آرسنال بکر قرض یک ساله بزن انشالله که بیاد. ببین اول کار ببین چقدر دارم مایه میذارم واسه باشگاه. آقا اومدیم سراغ پیشواز، میگه قسمت اول. یکی اومده با ما تو رکن صحبت میکنه، میگم چی میگه؟ آیا میتونیم پیشنهادی بهتون بدم؟ دادن اجازه به ساکا در این رقابت به دستیابی به برخی از پتانسیل های اون کمک کنه، این مرحله جای عالی برای آزمایش جوانی مثل اونه. فرصت خوبیه، من در نظرش میگیرم. آقای گواردیولا قرار شد بدون کار بدون حرف با من صحبت نکنه. بعدش هم آقای گواردیولا خودش میدونه چیکار بکنه، خودش ساکا رو قرار داده بود. تو چی میگی؟ اصلا ترگو نگو کردی چی دستیاری تو؟ آقا یون استدادیاب همینجوری نشستی یه کاری بکنی. فوروارد پیدا کن واسم، یه دونه آر ام اف پیدا کن، آر دبلیو اف، یه دونه شما هم بیکار نشین، شما میشین یه دونه LWF پیدا کن، شما هم اینجا یه دونه دفاع میخوام پیدا کنی. آقا بریم واسه بازی میلان، اولین بازی میلان بعدش میریم با پاریس، بعدش با اتلتیکو، سه تا بازی دوستانه است، بعد اینجا خودمون رو بسنجیم. بزن بره رشتونن از بازی، ان شاء الله که آقای مهدی مارادونا، آقای مهدی گواردیولا ببره این بازیو. 3-0 یه گل میزد این لاغه. آقا روز مذاکره، یک از بازیکن‌ها جواب داده روز مذاکره. صبر کن ببینم چه اتفاقی افتاد در مذاکره. ان شاء الله که شکست نخورده باشیم و شکست نخواهیم خورد. اودگارد چی میگه؟ اودگارد اون پایین چی میگی تو؟ اودگارد تو قرض رئاله؟ ما قرض گرفتیم این شما. سال آینده حالا کجا بود اودگارد بخواد بره بابا ولش. 71 بدیم بهت. آقای آلیسون بیا. آقا آلیسون اومد. آقای ویرجیل فنداش گفته چی مذاکره ناموفق بود، اون واقعا بازیکن مهم. دیبروینه هم میگه ناموفق، اونها هیچ قصدی واسه فروش ندارن. او مسی گفته پیشنهاد داده بهت، میخواد رقمش بالا ببره. ببینم چقدر گفتی مسی جان. 49 تا قابل تو نداره اصلا، بفرما بابا چی میگی. کلیان امباپه جان هر کی دوست داری. 94 تا میخوای بیا عزیزم، بی مشکلی ندارم اصلا. ما چرا انقدر بودجمون بالاست آقا؟ آقا بودجه رو من نصف میکنم، 600 تا بود 300 تا شما حساب کن، من از 300 تا دیگه بیشتر بر نمیدارم، میخوام سختش کنم. آقای واران رو همین اول شروع درخواست چی شده؟ آقای محترم من به شما به زبون خوش گفتم که اینا رو بنداز بره وقتی نمیخواد. خب فندایکو بزن بره، افسودن به بازیکنای لیست شده بزن بره اصلا. خب بازی دوم با پاریس سن ژرمنه که امباپه اومد توی تیم ما، مسی هم اومد توی تیم ما، رفتم واسه مذاکره و بستن قرارداد آقای لیونل مسی در باشگاه ما حضور پیدا میکنه به قرض یک ساله 94 میلیون 70 میلیون از ما چاپیدن، ولی خدا وکیل لیونل مسی میارزه دیگه. لیونل مسی نیاد کی بیادش. خیلی خب یه بازیکن دیگه من میخوام بگیرم، یک بازیکن دفاع میخوام، دفاع وسطمون واقعا آشغال. واران رو بگو بیاد قرض یک ساله ببینم چقدر میخواد. واران 23 تا، آقا من 30 تا بهت میدم. وینیسیوس الجونیور قراردادی یک ساله
آقا بریم واسه بازی کردن با اتلتیکو ال مادرید. نه پاریس سن ژرمن بود، یکیچ باختیم، بازیکنام چرا نداشتم تو اصولم. میریم واسه ترکیب تیم. ترکیب تیم آقا همین اول کار آقای کلیان ال امباپه، لیونل ال میسی. آقا ما ال دبلیو اف نداریم، سریعتر ال دبلیو اف بگیریم واسه من. ساکا رو بذاریم بر این، شد ترکیب جدید. خب آقا خبر آمد، خبری مذاکرات، ببینیم که به چه جایی رسیده. آقای واران ناموفق. وینیسیوس چی گفتش؟ 19 میلیون گرفت آقای وینیسیوس و چپمون هم تکمیل شد. فقط الان بعدیش اینه که دفاع نداریم. کولیبالی یکی از گزینه‌های روی میزه. ما آقای کولیبالی رو ما میتونیم همین الان بگیریم. شما 250 میلیون حساب کن، من تا 350 میلیون بیشتر بر نمیدارم. من میخوام بازیکن بگیرم آقا، چی کار داری؟ آقا کولیبالی رو دوست دارم، میخوام بهش بیشتر پول بدم، چی کار داری تو؟ بابا بابا آقای الکساندر آرنولد هم درخواست بده بهشون. اوه زیاد پولش، 33 تا، همون 33 تا، آقا بیشتر نمیتونم بدم. خب بذار رد شدن از بازی ببینیم که بازی با اتلتیکو چه اتفاقی میفته. 4-0. بابا آقای وینیسیوس جان زیبا وارد زمین، کیه بنده خدا واسه خورد داده؟ این کیه؟ بله آقای ماتی گواردیولا وارد میشود و دست میدهد با آقای وینیسیوس. وینیسیوس میترسه، داره در میره، بنده خدا بگیرش. بابا پیشفصل قسمت دوم، گواردیولا دست به ریش نشسته، گفته شرم‌آوره که ساکا نتونسته استعدادش رو نشون بده. بله واسه همین من بازیکن گرفتم، خسته نباشی. با این دیلی که تو داری فکر کنم انشالله بعد از نجات بفهمی گواردیولا کی بود. آقا بعد مذاکرات به کجا رسیده؟ سه تا بازیکن کولیباری. اوه گفته شرایط باشگاه چیه؟ 33 تا میقاد. بیا بابا بیا دفاعمون بده. الکساندر آرنولد گفته نمیام. ای به درک. آلاوا رو بردو بیا. قرضی آه 30 میلیون ناکو، 30 میلیون بهش میدی؟ تمام. میاد، قطعا میادش. آقا من باهاش صحبت میکنم. بله آقای کولیبالی در کنفرانس مطبوعاتی حاضر میشود و قرارداد خود را امضا میکند. آقای آلابا چی گفتی برادر من؟ فقط بگو نه. اصلا میتونی مگه بگی نه؟ بفرما. نمیتونه بگی نه. آلابای عزیز دلیل قبول شرایط 34 تا. اما آقا به این دادیم 4 تا، حالا شما بزرگی خودتون ببخشید دیگه. 5 تا 5 4 و 300 اینا نمیدونم 5 و 700 بیشتر شد. از این به بعد دیگه ما بازیکنی نخواهیم گرفت و میریم سراغ مدیریت تیم. ترکیب تیم رو خواهید شید. آقای دیوید آلابا در تیم حضور پیدا کرد. بله گواردیولا همون خوشگلت که داره میاد الان پیشه، الان به دست میده. آقا ما بعد هنوز بازیکن بخریم، یه 50 تا دیگه باید خرج کنیم فکر کنم. ادرسون رو میتونیم واسه بگیری قرضه یه ساله، جان مهدی. آقا تر چقدر میگیره؟ فقط بهش بده بیاد. رابرتسون جان قرضه یک ساله میخوام، فقط پول بهت میدم، بیا فقط. جان هر کی دوست داری بیا. شما مثلا الکساندر آرنولد مسخره بازی نیا. مثلا رد شدن از بازی، میخوام ببینم چیکار میکنن جلوی لیورپول. دودو کردی باختیم تو پنالتی. آقا صبر کن، جواب مذاکره ها اومده، فقط من دلم میخواد شما بگین نه. آقا بزن بیاد دیگه، انصافا دیگه مسخره بازی نیا. ادرسون اومد، خب خدا رو شکر. آقای رابرتسون هم پذیرفت که بیاید. او نمیتونیم رابرتسون رو بگیریم چون من گفتم از 300 تا کمتر نمیشه و نباید بشه. ما 300 هزار تا بیشتر خرج کنیم تیم دیگه تغییر میکنه کاملا. ولی اجازه بدین اینو بگیرم، ولی تو رو خدا بذار بگیرمش. گرفتمش دیگه، اذیت نکن دیگه، نمیگیرم بازی کن دیگه، بقیهش واسه خودتون. آقا نگاه کن خدا وکیلی، اول قدرت تیم 66 بود، رسوندیم 82. بدیم روش زوم کن، زوم کن روش. اولین بازی با من سیتی بازی داریم و خود آقای مهدی گواردیولا میخواد بازی کنه این بازی. میریم واسه کنف، میریم تو رختکن فکر کنم. رفتیم نرفتیم تو رختکن؟ رفتیم. آره افتتاحیه لیگ قسمت اول. اسمان اول افتتاحیه لیگ چی میگه آقای گواردیولا؟ این اولین فصل و اولین مسابقه شما به عنوان مربی از شلان، چه حسی داری آقای گواردیولا؟ مهدی جان بگو، حس خاصی ندارم. کدوم گزینه است؟ کسایی میخوام رو کلیشه ای صحبت کنی. چرت و پرت کلیپورت، چرت و پرت. همیشه بهتره با یه باد شدید که با بادبان میخوره سفرتون اونجا آغاز کنید. به همین ترتیب اگه ما قصد داریم که عمر برای دنیا برای لحظه چقدر عجب صحبت کردی؟ فکر کنم من مولوی و اشتباهی برداشتم به جای سرمربی. این گواردیولا نیست، این یه مولوی مثنوی چیزیه. آقا بریم واسه بازی کردن با من سیتی. بازی شروع میشه در ورزشگاه آرسنال، یعنی امارات استادیوم، اگر اشتباه نگفته باشم چون من اشتباه زیاد میگم. بله بازی شروع میشه. آقای آلابا توپ رو میرسونه به عقب، حالا اسم میارم سمت راست. آقای آلابا چه پاسی مینازه واسه این سمت، خود آلابا به وسط میارن. هی هی توپ نگردار. آها میرسونه به جناح چپ. حالا از اون سمت توپ میرسونه به جناح راست، از همون سمت واسه آقای این اسمش چی بود لعنتی، اسمشو ننوشتم توی بازیکنام. حالا میبرم اون ور. این کی بود؟ رابرتسون. آه رابرت آفساید تو. بابا نگی آفساید تو. حالا برو بگیر، حالا برو بگیر آقا ویسیوس تو. بالا تو بابا واردم بالا توپ دیگه، ادا در میاری که بیا. بعد میگه وینیسیوس رو بگیر. آقا بنیامین خان میگه وینیسیوس رو بگیر. خب بفرمایید گرفتمش تو، نگرفت.
اسکول داری چی کار میکنی؟ بده آقای اودیگارد، آقای لیو مسی، لیونل مسی، وینیسیوس الجونیور به مسی، مسی میزنه. بده توپو، بده توپو جانا جده. حالا وقت سانت کردنه، حالا وقت هید برگرد. وای گواردیولا رو چقدر عصبانی کردی آقای گابریل جیسوس. وایسا یک لحظه به عقل گواردیولا شما نگاه کن. آقای امباپه میاد اینجا سرعت بازی رو ببره بالا، مسی جان که همینجا هست، آقای گابریل الجیسوس میاد تو. داشته باش اینجا رو، برو تو پایش یا اول فصل، برو ببینم. خیلی شانس داری یا علی. مدد تک به تک شد، تک به تک شد، تک به تک شد، تک به تک. برو دیگه، هیچ تموم بزن برو بیرون دیگه. ما هنوز باید بازیکن بگیریم. اوبامیانگ، اوبامیانگ بیاد که تموم کار هستم. با 18 میلیون راضیش کن بیاد جان بچت. آقا رافینیا هم بیاد خیلی خوب، من راضی هم ازش. رافینیا جان میخرمت 21، به کسی هم نگی. آقا این بازی رو رد میکنیم با استوبن ویلا، ببینیم میتونیم ببریم یا نه. مرسی 3-1 میبره آقا این مهدی گواردیولا. قبول شرایط بزنم ببینم بیاد، با پول کمی هم راضی شد. رافینیا موفقیت آمیز نبود و خدا نگهدارشون. آخرین روز نقل و انتقالات قسمت اول، ببینم چی میگن. شنیدم که دنبال خرید فلانیه. اونا به من گفتن که برای ارسال پیشنهاد رسمی به 4 ساعت زمان نیاز دارن. خب به من چه ربطی داره؟ به من چه؟ ما بس لیگ اروپاییم، چیز چمپیونز لیگ نیستیم، چون بالاخره اینا نرفتن دیگه. ای آلیسون، آلیسون هم قبول کرده بود. من مسئول نگو، آلیسون قبول کرده بود، گفتم آلیسون قبول نکرد. رد شدن از بازی میبرین میایین بیرون. مرسی. بازی داریم آقا با لیورپول و ببینم که این بازی رو چیکار میکنن اینا. میخوام بذارم رد چه خودشون، ببینم که اولا ترکیب لیورپول از کدوم سمته، چه پالی کنم قشنگ اینا جناحینتون نفوذ بکنن تو دل دفاعتون، پدرتون رو در بیارن، خاک رو سرتون کنن. آقا با وست هم بازی داریم، اینا رد میکنن. بازی بعدی اگه مهم باشه خودمون بازی میکنیم. این بازی رو میبازیم ولی باید به بازی اونم استراحت میادم. یکیش بردیم، هشتم از 16 اومدم هشتم. داشته باش چجوری نجاتت میدم. نه نه بازی مهمی نیستش، بزن بره آقا، بزن بره. 5-0 بردیم، صدر گروه لیگ اروپا. بازی داریم با اورتون، اورتونی که دیگه کسافت بازیش گوش رو همه جا گرفته. آقا بسا بعد بازی شروع میشه. آقای گابریل جیسوس، ای بابا توپ مزخرف، مگه پریمیر لیگ پوتوب نداره خودش؟ برو گم شو، برو تاکسی سوار شو، اگه تاکسی گرونه. علی مدد محو، چه دبل، چه سدم. آهان حالا یک سانتر زیبا آقای جیسوس ال. چه اشتباهی میکنم من، تو رو بازی راه میدم. مثل مسی حرکت کن، مثل پاس دوزاری رو نما کن. لیو مسی میزنه اول این شوتش. آقا اینا چرا ادای الیور کان دارن در میارن؟ اسکول نگاه کن تو رو خدا، کجا میاد جایگیری میکنه؟ بزن. خودتون نمیخواین قهرمان بشین، خودتون نمیخواین. برسون بهش. مسی، مسی حرکت میکنه، خود لیونل مسی چه گلی میزنه، چه گلی زن، چه گلی زن. مرس یو علی، وای مرسی. حالا با اون آقای کولیبالی رو نها کن. هد رو زد، تمام شده رفت. حالا ما از اینا خواستیم یه هد بزن. بوریو، بوریو بزن گلو. وای خب 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 بده وسط، برو اونور، از اونور حرکت بکن. پاس زیبا با آقای اودگارد، پاس به بیرون. دیوونه ای آقای جیسوس. یا ابل فاز، یا ابل فاز، یا علی، یا علی. وقتی دیوونه این گل میخوری میبازین، بکش تا ته اعماق وجود جلو.
شو. گاو این گاو خود گاو اینا دیگه خودتون ببرین دیگه. ببین خودتون بازی کنین ببینم چیکار میکنین. دو هیچ بردیم. چرا با من پس بعد بازی میکنین؟ دور هشتم. تا اینجا کار ویدیو رو نگه میداریم آقا. بعد از این چنان من روینه کار میکنم که مطمئن باشید سر جدول رو تسخیر میکنیم و قهرمان لیگ اروپا خواهیم شد. امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشید. تا پارت بعدی خدا نگهدار. لایک یادت نره.